وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شهروندان کشور را دعوت نموده است که برای آشکار نمودن کارپسیونران در صف میلیسیا کمک برسانند. در این خصوص سامانه رسمی وزارت خبر داده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از شهروندان خواهش دارد عاید واقعی عملهای کارپسیونی و یا دیگر عملهای نامطلوبی کارمندان میلیسیا با تلفنی باوری خبر دهند. یادرس باید کرد که ماهی انوری سال 2017 بخشیده به 10 سالگی تشکیل خدمات ضد کارپسیونی امامعلی رحمان برآمد کرده عاید سطح کارپسیا طول 10 سال در صف وزارت کارهای داخلی، وزارت نقلیات، خدمات دادستانی و پروکراتورا در اجرایش محلی حکومت کشور، وزارت‌های عدلیه، علم و معارف، در کمیته دولتی امنیت ملی، کمیته دولتی عاید زمینسازی و گئودزی، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، کمیته عاید به کارهای دین، تنظیم جشن و مراسم‌های ملی، در کمیساریات‌های حربی، شعبه‌های بانکی اظهار نگرانی کرد. تاجیکستان از روزهای نخستینی به دست آوردن استقلالیت دولتی مبارزه با کارپسیا را همچون سمتی از ضررناک سیاست دولتی با این او سطح بلند کارپسیا در ساختارهای دولتی بوده را اقرار شد. طبق نتیجه های معروضه تشکیلات ترانسپرنسی اینترنشنال که به ایندکس درک کارپسیا تکیه نموده تحقیقات گذرانیده است و بر اساس گذراندن پرسش از صاحبکاران و تحلیلگران که با جدول 10 بال بهاگذاری شده است، در اینجا 10 بال معنای آن را دارد که کارپسیا ارزی وجود ندارد. 1 بال باشد معنای فروخته شدن همه را میفهماند. ایندکس سطح کارپسیا در تاجیکستان با 1.8 بال بهاگذاری کرده شده است. در تحقیقات مذکور 133 کشور جهان اشتراک ورزیدند و در میان آنها تاجیکستان از آخر 5م جای را اشغال نموده است. از همه وضعیت بد تنها در کشورهای میانمار، هایتی، نیگریا و بنگلادش می باشد. یادرس میکنیم که طول 2 سال اخیر خدمات ضد کارپسیونی را پسر رحمان رستم امامعلی اداره میکرد و عین زمان باشد رئیس شهر دوشنبه را بر عهده دارد. مشاهدان قید میکنند که بیانات زیرین وزارت کارهای داخلی این یک کمپانی خودنمایشکاری نوبتی بوده، در نتیجه آن یکچند کارپسیونرهای درجه پایین اهرام کارپسیونی قربانی کرده می شوند و با این عمل خود یعنی مبارزه علیه کارپسیا کارپسیونرهای درجه بالا در تحت راهبری رحمان در نوبت خود می خواهند مردم را فریب نمایند. کارپسیا را همچون سمتی از ضررناک سیاست دولتی قرار دادند.